نو مرگ و قتل عجیب و تاریخی که هیچ توضیح برای آنها وجود ندارد مرگها ها و قتل های عجیب و مشکوک همیشه ذهن انسان را درگیر خود می کنند و نمی داستان آنها را به دست فراموشی سپرد در طول تاریخ مرگها ها و قتل های بیشماری روی داده که دلیل اصلی مرگ یا حتی قاتل شناسایی نشدند و ماجرای این مرگها ها برای همیشه در حاله از ابهام باقی مانده است بعضی از داستانهای عجیب جنایی در تاریخ وجود دارند که نیروهای پلیس و محققان هرگز نتوانستند پرده از راز آنها بگشایند و قاتلها آزادانه به زندگی خود ادامه داده و هیچگاه هویتشان شناسایی نشد از قتل برای مخفی شدن تا مرگ عجیب که احتمال داده می شود مقتول قاتل خودش بوده و در ادامه نو مورد از عجیبترین مرگ های تاریخی را برایتان برشمردهیم. تمامی این داستان ها در زمان خود بسیار مورد توجه مردم رسانه ها و نیروهای پلیس قرار داشته اند. اما با همه این اوصاف هیچ حقیقت مشخص نشد و ماه از پشت ابر بیرون نیامد. برای آشنایی با این موارد در ادامه با کانال وارونه همراه باشید. اما قبل از آن کانال وارونه را سابسکرایب نموده گزینه زنگوله را فعال نمایید تا از نخستین افرادی باشید که ویدیوهای ما را دریافت میکنید. قتل در خودرو و سوزاندن جسد آلفرد روز پس از اینکه قرض مالی بسیار زیادی بالا آورده بود تصمیم گرفت برای مرگ خود صحنه سازی کرده و بدین روش از شهر فرار کند او بدون دنبال نقشه که برای این تصمیم کشیده بود یک غریبه را سوار موتور خود کرد تا در میان را او را به قتل برساند و سپس ماشین خود را آتش بزند تا این صورت صحنه مرگ خود را با سازی کرده و همه تصور کنند که خودش مرده و جنازهش سوخته است برای این منظور آلفرد روز با ضربه زدن به سر مسافر غریبه او را به قتل رساند و سپس ماشین را به آتش کشید اما نقشه او موفقیت آمیز نبود و روز به جرم قتل ام دستگیر و در نهایت اعدام شد با این که روز به قتل اعتراف کرده بود اما گفته بود که هیچ ادلایی در مورد نام و مشخصات مسافر ندارد همزمان با وقوع این قتل دلخراش مردی به نام ویلیام بریکس که برای مراجعه به مطلب پزشک خانهش را ترک کرده بود هرگز به خانه باز نگشت و خبری از وی وجود نداشت همه تصور می کردند که بریکس کسی است که از روز وی را به قتل رسانده اما پس از انجام بررسی های دی ای مشخص شد که مقتول بریکس نبوده پس از این مراجعه دو سوال همیشه به جواب ماند چه اتفاقی برای بریگز افتاده بود و آن مردی که در خطرو به قتل رسیده که بود؟ در سوم اکتبر سال 1849 میلادی جوزف دبلیو واکر آهنگساز مشهور آن زمان بدن نیمه جان اتگار آلن پو را به حالت دراز کش در جوی آب در بالتیمور پیدا کرد. پو در آن زمان زنده بود از توهم و هزیان شدید رنج می برد او چهار روز در چنین وضعیت آشفته زنده ماند و در نهایت به خاطر التهاب شدید مغز درگذشت نظریه های متعددی در مورد مرگ او وجود دارد از قتل و آنفلونزا گرفته تا هاری و مسمومیت با الکل اما در نهایت هیچ کدام از این نظریه ها به عنوان عامل مرگ پو تایید نشدند آلبرت دکر هنرپیشه و سیاستمدار اهل کشور ایالات متحده آمریکا بود این هنرپیشه دارای یک ستاره است و بیشتر عمر خود را در هالیوود سپری کرده بود دکر در سن 62 سالگی در حال جان خود را از دست داد که جسد این هنر پیشه این مشهور در حالی که یک کمربند چرمی دور گردنش پیچیده شده بود چشمهایش با یک روسری بسته شده بود توپی نیز درون دهانش قرار داشت و دستهایش با تناب به پشت بسته شده بود به صورت اوریان در همام خانهاش پیدا شد همچنان روی بازیهای او سوزنهای آلوده وجود داشت که هایی را به دست او سنجاق کرده بودند و بارش لب نیز روی تن جملاتی نوشته شده بود پزشکان پس از بررسی جسد علت مرگ را اختناق شهوانی اعلام کردند اختناق شهوانی محدودیت عمدی اکسیژن رسانی به مغز برای برانگیختگی جنسی را گویند اما این مرگ بسیار تر از اینها بود در حمام از سمت داخل با زنجیر قفل بود و امکان خروج فرد دوم از محل حادثه وجود نداشته است آیا دکر همه این بلاها را خودش بر سر خود آورده بود؟ آیا او در را برای خود قفل کرده بود؟ اینها سوالاتی هستند که هرگز پاسخی با آنها پیدا نشده است. در سال 1947 میلادی الیزابت شورد با اسم مستعار داهیلای سیاز زن 22 ساله جوانی بود که آرزوی آلیوود را در سر می پروراند. او به عنوان پیشخدمت در یک رستوران کار می کرد تا پس انداز کافی برای خود داشته باشد و در نهایت با موفقیت بزرگی که در سر داشت برسد اما هرگز به آن دست نیافت یک زن جسد برهنه داهیلای سیار را در حالی که از وسط دونیم شده بود و اعضای بدنش نیز قطع شده بودند در نزدیکی لی پارک در 15 ژانویه آن سال پیدا کرد قاتل تمام اعضای بدن را تمیز کرده کرده و بدون هیچ لکه خون آنها را در خیابان گذاشته بود. علی رقم جستجوهای اف بی آی و هیچ رد و اثری از قاتل پیدا نشد و در نهایت هم مشخص نشد که قاتل این زن جوان چه کسی بوده. تام تامسون در اوایل قرن بیستو میلادی یکی از مشهورترین نقاشان طبیعت بود. او همیشه عادت داشت در پارک آلگونین بر نقاشی از چشمندازهای طبیعی بپردازد. زیرا در آنجا مذهور زیبایی طبیعت می شود. اما همین پارک به قلدگاه وی نیست تبدیل شد در هشتم جولای سال 19 ابدی میلادی قایق این هنرمند به صورت وارونه در دریاچه پیدا شد اما اثری از جنازه وجود نداشت پس از آن داستان های زیادی در مورد مرگ این هنرمند مطرح شد که برخی آن را قتل و بعضی دیگر بدشانسی می دانند. اما هرگز مشخص نشد که وی چگونه مرده و چه بلای سر جنازه اش آمده است. ماجرای مرگ جولیا والز در سال 1931 میلادی تا چندین دهه به موضوع جذاب برای نویسنده های داستان های جنایی تبدیل شده بود. همسر جولیا در شرکت بیمه کار میکرد و کارگزار بیمه بود در 20 ژانویه همان سال ویلیام والز یک تماس تلفنی از طرف مرد به نام آر ام کوالتر داشت به وی گفته بود آن روز بعد از ظهر به بخش شرقی خیابان 25 من منولف گاردیل برود به عنوان یک کارگزار بیمه چون این تماسی عجیب و دور از ذهن بود. به همین خاطر او به همان آدرس رفت اما پس از رسیدن به مقصد متوجه شد که این آترس شمال جنوب و غرب دارد اما شرق ندارد وی سریعا متوجه شد که فریب خورده و فورا به خانه خود بازگشت اما با جسد مسئله شده همسرش جولیا مواجه شد پلیس ابتدا ولاس را به اتهام قتل دستگیر و محکوم کرد اما بعدها بیگناهی وی ثابت شد و آزاد شد پس از او دو نفر دیگر مزنون به قتل بودند ریچارد پری مردی که والس او را به خاطر گم کردن کتاب اخراج کرده بود و همچنین جوزف مارستن مردی که به جولیا والس پول داده بود تا با او رابطه جنسی برقرار کند علی رغم این شبهات در نهایت هیچ کس به عنوان قاتل دستگیر نشد و راز این قتل برای همیشه سربسته ماند پس از شناسایی و محکوم شدن قاتل الدوارد و جیندو که به نام مرسدس هم شهرت داشت اما همچنان راز قتل این زن در حاله از هم باقی مانده است. او یک رقصنده و روسپی بود که درآمدش را برای دو فرزندش ارسال میکرد اما هویت واقعی او را فقط عاشق او که قاتلش هم بود میشنا مک آلیف این رقصنده را در متل محل اقامتش به ضرب گلوله به قتل رساند اما هرگز لب به سخن نگشود و معلوم نیست که آیا این خانم واقعا فرزندی داشت و پولهایش را برای او می فرستاده یا این یک داستان ساختگی است و شاید او هرگز قاتلش نبوده در سال 1875 میلادی یک وکیل مدافع به نام چارلز براو با زن موسوم به فلورانس ریکاردو ازدواج کرد آنها هر دو درگیر رابطه نامشروع دیگری بودند و همسر قبلی فلورا الکساندر ریکاردو به طرز عجیبی مرده بود براو از همان ابتدا روابط سخت و پرماجرایی داشت و بر اساس شایعات مرد بسیار شکاک به دهن و کنترل کننده ای به شمار می او همچنین از این کمسرش از او پول دارتر از بسیار ناراحت بود و به همین خاطر همیشه خرج و درآمد همسرش را کنترل می کرد. چهار ماه بعد چارلز به دلیل مصمومیت شدید جان خود را از دست داد. سه نفر به قتل مشکوک بودند. فلورانس، خانم کاکس، پیشخدمت خانه و دکتر گالی. خانم کاک سه فرزند داشت و یک بار چارلز او را تهدید به اخراج کرده بود در روز مرگ چارلس پلیس متوجه رفتار عجیب این خانم شد حتی خانم کاکس بعد دروغ به پلیس گفته بود که آقای براو قصد خودکشی داشته است در حالی که این طور نبوده دکتر گالی یکی از عاشقان پیشین فلورنس بوده و بعد از ازدواج فلورانس و براو بسیار غمگین و ناراحت بوده است با این سه متهم آزاد شدند اما عرصه آنها سرنوشت بدی پیدا کرده و با فاصله کمی از این حادثه جان خود را از دست دادند اما در نهایت مشخص نشد که آقای براو به دست چه کسی به قتل رسیده است در سال 1948 میلادی جنازه یک مرد در ساحل سامر در آدلاید استرالیا پیدا شد که آب او را به ساحل آورده بود تا چندین ده نیروهای پلیس و محققان او را مرد سامرتون می نامیدند متوفا کت و شلوار مرتب اندام متناسب و صورت تراشیده و تمیز داشت اما هیچ کارت یا نشانه ای که بتواند هویت جنازه را تشخیص بدهد همراه او نبود پلیس پس از بررسی متوجه یک جیب مخفی در شلوار او شد که اقلام عجیبی در آن وجود داشت یک تک کاغذ پاره که در آن بخشی از رباعیات عمر خیام با عنوان تمام شد به انگلیسی نوشته شده بود بعدها یک تاجر به پلیس مراجعه کرد و ادعا می کرد کتابی به داخل ماشین او انداخته شده است در صفحه آخر این کتاب عبارت تمام شد پاره شده بود در پشت کتاب پنج خط نامه و یک شماره تلفن نوشته شده بود پلیس شماره را ردیابی کرده و در نهایت به پرستاری رسید که ادعا می کرد فرد متوفا را نمی شناسد به امین خاطر پرونده مختومه اعلان شد و هرگز پرده از راز این مرگ مشکوک برداشتن نشد این مرگ مشکوک با نام پرونده تمام شد شناخته می شود نام پرونده از روی عبارت تمام شد بر روی تکه کاغذ از صفحه آخر رباعیات خیام که در جیب مخفی شلوار مقتول یافت شده بود گرفته شده است پرونده به عنوان یکی از مشکلترین های استرالیا مطرح شده است و موضوع بسیاری از جستجوهای مشتاقانه راجع به هویت قربانی و اتفاقاتی که منجر به مرگ شد بوده است کانال وارونه را سابسکرایب نموده گزینه زنگوله را فعال نمایید تا از نخستین افرادی باشید که ویدیوهای ما را دریافت میکنید